با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، محقق و پژوهشگر طب گیاهی و علوم طبیعی. در این برنامه به موضوع سرگذشت حکیم کیانی از کتاب درمانگر یا اسرار درمانی حکیم کیانی تألیف این غیر می پردازیم. این جانب با اینکه تاکنون تعداد زیادی کتاب در زمینه‌های مختلف به رشته تحریر درآورده‌ام، ولی نگارش آنها به واسطه تحقیق، پژوهش، مطالعه و بررسی با استفاده از منابع و مأخذ زیادی محقق شده‌اند. کتابی که در حال مطالعه آن هستید بدون استفاده از منابع و مراجعه به کتاب‌های مرجع در حال تحریر آن می باشم. مانند داستان سرایان تاریخی، آنچرا که در طول سالها فعالیت تجربیم شاهد آنها بوده‌ام را برای شما بازگو می کنم. ارزش این کتاب نیز به واسطه همین تجربه است، زیرا اگر قرار بود هر تجربه یا شخصا هر کس خود به دست آورد، نتیجتا عمر هیچ کس کفاف نمی کرد. ما انسان ها همیشه محتاج آموزش از راه تجربه خود و دیگران هستیم. همین قدرت ابزارسازی انسان و انتقال این تجارب به دیگران هست که ما را از سایر حیوانات جدا ساخته است. اگر قرار بود هر کشاورز داس و سایر ابزارهای کشاورزی را خود اختراع کند و نتواند تجربه اختراع خود را به دیگران منتقل نماید، نه هر کشاورزی در کار خود موفق می شد و نه کشاورزی مدرن ایجاد می گردید تا جوابگوی میلیاردها انسان بر روی این کره خاکی باشد. این مثال در سایر رشته ها نیز کاربرد دارد. بر این اساس در زمینه درمان نیز تصمیم گرفتم تجارب این حقیر و اساتید گرانقدرم را در این کتاب تدوین نمایم، بلکه شاید دردی از هزاران درد انسانها را بدین وسیله بهبود بخشانم. ناگفته نماند برخی داروهای طبیعی که در این مجموعه شرح آنها می‌گذرد در هیچ عطاری و فروشگاهی یافت نمی شود، ولی هر جا که لازم بود نحوه دسترسی به آنها را به صورت مختصر اشاره نمودم. ارزش معنوی این کتاب نیز به خاطر منحصر به فرد بودنشان می باشد. امیدوارم مورد استفاده همه هموطنان عزیز قرار بگیرد. کاظم کیانی، آگوست 2022. سرگذشت من. از آنجایی که این کتاب در رابطه با اصول درمانی بیماری ها به روش های تجربی و طبیعی است، قصد ندارم که یک اثر ادبی و فرهنگی در ادبیات ایران زمین خلق نمایم، هرچند که توانایی این کار را نیز ندارم. مقصود این است که در آستانه ورود به دهه پنجم از زندگیم از تمامی کسانی که مرا یاری نمودند تا به دنیای وسیع گیاهان دارویی قدم بگذارم، هم یادی بنمایم و هم به نوعی تشکر و سپاسگزاری از آنها را به جا بیاورم. هرچند که اکثر اساتید بنده حقیردار فانی را ودا گفت،
نوجوانی 15 یا 16 ساله بودم که هیچ دلبستگی به دنیای مادی نداشتم و شیفته عرفان بودم. دلم میخواست روزی مثل مولانا و یا هر عارف و درویش دیگری که میشناختم بشوم. افسوس که خواب و خیالی بیش نبود. آن موقع به دلیل کم تجربگی و ناپختگی و شور و هیجان نوجوانی به دنبال مطالعه کتاب‌های عرفانی بودم. هرچند از جمیع مطالب آنها زیاد سردر نمی آوردم. گاهی هم کتاب‌های ممنوعه علوم غریبه را که در چاپخانه‌های زیرزمینی منتشر می‌شد و دستفروشان در مقابل ارگ تبریز آنها را می‌فروختند مطالعه می‌کردم. اکثراً به دلیل خط‌های نازیبا و چاپ‌های بی‌کیفیت حتی نمی‌توانستم آنها را بخوانم، چه رسد که از مطالب آنها سودی بجویم. با این حال کم و بیش از علم جفر و دعانویسی سر در آورده بودم و در مدرسه اکثر دانش آموزان از من درخواست می کردند که به امور غریبه آنها بپردازم و بیشتر درخواستشان پیشگویی در مورد ازدواجشان بود که مثلا اگر با فلان دختر ازدواج کنم آخر و عاقبتشان چه خواهد شد؟ من نیز با منابع متعددی که در دست داشتم آنها نمایی می کردم. نمی دانم وضع آنها چگونه است. خود من که زیاد در این بابت رستگار نشدم. به هر حال بغیر از پیشگویی و طالع‌بینی به امور احضار جن و احضار روح نیز می پرداختم که خود این دو موضوع بحث مفصلی است که داستانهایی بر سر من آمد و نتیجه مطلوبی از این اعمال نگرفتم. در این گیر و دار برای انجام چنین کارهایی نیاز به عود و مشک و عنبر و نظیر آنها داشتم که از عطاری کوچکی که در محله امان بود خریداری می نمودم. این عطاری کوچک از 5 مغازه‌ای بود که متعلق به مسجد المهدی منطقه عباسی تبریز به حساب می آمد. مغازه مزبور از بقیه مغازه‌های مسجد خیلی کوچکتر بود، به اندازه کمتر از 5 متر. در کنار دستشویی مسجد قرار گرفته بود. سرویس بهداشتی مسجد زیاد تمیز نبود، اصولاً باید بوی نامطبوعی از آنجا به مشام می‌رسید، ولی به لطف این مغازه عطاری بوهای متنوع گیاهان دارویی چنان فضا را عطرانگیز می‌کرد که مانع هر گونه بوی بدی می‌شد. در داخل مغازه قفسه‌های خیلی کوچکی وجود داشت و یک میز نیم متری که روی آن ترازوی سنتی قرار گرفته بود و پشت میز عطار در آن می‌نشست و جلوی میز 3 صندلی کوچک که به نظر صندلی بچگانه می‌رسید و در روبروی صندلی‌ها چندین سطل وجود داشت که در هر کدام گیاه خاصی قرار گرفته بود. شاید باورش سخت باشد که من برای خریدن یک بسته عود حداقل 1 ساعت منتظر می شدم. چرا؟ چون که صف طولانی در خارج از مغازه همیشه برقرار بود که هر کدام منتظر بودند که عطار به نوعی درد و رنج آنها را شفا بخشد. البته من دردی نداشتم که بجز خرید عود یا مشک برای انجام کارهای بیهوده. البته تقریبا بعد از 1 ساعت یه چند دقیقه هم داخل مغازه منتظر می شدم، چرا که در آن 3 صندلی هم مشتری ها داخل مغازه می نشستن و درد و دلشان را می گفتند. البته من می توانستم تقاضا کنم که عطار عود من را تحویل بدهد و من فورا از مغازه خارج بشوم، ولی این را بی ادبی می دانستم، زیرا که قطع سخن عطار و بیمار ناشایست بود. به همین دلیل منتظر می شدم تا نوبت من برسد و من خرید را انجام بدهم. در این اثنا عطار زمانی که با بیمار یا مشتری سخن می گفت معمولا به غیر از امور درمان به امور دیگری نیز می پرداختند و چنان سخنان حکیمانه و عارفانه عطار به دل می نشست که آدمی دلش نمی خواست از آن مغازه عطاری دل بکند.
من مشتری دائمی عطار شده بودم و او را که عارف زمان می دانستم به بقیه دوستانم نیز معرفی می کردم. در روزی از روزها یکی از دوستان نزدیکم به نام سیاوش که او نیز به هیپنوتیزم و این گونه امور علاقمند بود به همراهی هم برای خرید به نزد عطار رفتیم. پس از طی نوبت وارد مغازه شدیم. من آدم درونگرا و بسیار خجالتی بودم و معمولا حرف نمی زدم. در عوض بسیار به نوشتن علاقه داشتم. سیاوش برعکس من انسان برونگرایی بود و خیلی وراجی می کرد. زمانی که با عطار ملاقات کردیم از معرفتهای خود به عطار گفت. عطار نیز به ما پیشنهاد کرد که اگر واقعا به امور عرفان و دراویش و هیپنوتیزم علاقمند هستید شما را به خانقاه بفرستم و در سایه تعلیمات پیر خانقاه رشد و تعالی پیدا کنید. من که در پوست خود نمی گنجیدم، تصور می کردم که در حال رسیدن به مقصد نهایی جهان هستی هستم. آن شب را چنان سرمست شده بودم تا صبح نخوابیدم، به دعا و نیایش مشغول شدم. به پایان بخش اول از سرگذشت حکیم کیانی رسیدیم. در برنامه بعدی بخش دوم این سرگذشت را مرور خواهیم نمود. به امید دیدار دوباره و آرزوی زندگی پر از امید.